برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. در سالروز شهادت امام جواد علیه السلام در کاظمعین، صحن و سرای آن حضرت مملو از زائران و مجاوران بود و دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت مراسم تشییع نمادین پیکران حضرت را برگزار کردند. همزمان با فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد علیه السلام، بسیاری از مردم عراق و دیگر مناطق با حضور پرشور خود در صحن و سرای امام نهم مسلمانان به سوگواری پرداختند. افزون بر برپایی مراسم از سوی حرم مطهر، موکب‌های مختلف از سراسر عراق راهی کاظمعین شدند و کتیبه‌های عزا در صحن و سرای حرمین شریفین نصب شده بود. در ایام شهادت امام محمد تقی علیه السلام، بیت آیت الله العظما سید صادق حسین شیرازی در شهر مقدس قم با برپایی مجلس عزا این روز را گرامی داشت. در این مجلس نورانی که با حضور عالمان دینی، طلاب حوزه علمیه، شخصیت‌های دینی و فرهنگی و عموم مردم مؤمن همراه بود، حجج اسلام، آقایان فتاحی، حائری قزوینی و شریفانی به ایراد سخنرانی در زمینه سیره و زندگانی حضرت امام جواد علیه السلام و مصائب آل الله علیهم السلام پرداختند. حاضران در پایان برای تعجیل در فرج امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف و برطرف شدن مشکلات شیعیان در سراسر جهان دست به دعا برداشتند. دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی روز شنبه 19 خرداد 1403 هجری شمسی را برابر با اول ماه ذیحجة الحرام 1445 هجری قمری اعلام کرد. در اطلاعیه دفتر معظم الله آمده است: به اطلاع عموم مؤمنان می‌رساند رؤیت هلال ماه ذیالحجة الحرام نزد آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی ثابت گردیده و شنبه 19 خرداد 1403 اولین روز از ماه ذیالحجة الحرام 1445 هجری قمری می‌باشد. بعثه مرجع عالی‌قد آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی فعالیت خود را در مکه مکرمه به مناسبت ایام حج تمتع 1445 آغاز کرد. این بعثه پیش از این با آغاز ایام حج در مدینه منوره مستقر شده بود و به خدمت رسانی دینی و فرهنگی به حجاج بیت الله الحرام می پرداخت. استقبال از هیئت‌های نمایندگی بعثه‌های مراجع عظام تقلید، استقبال از نمایندگان مراجع عظام و سایر شخصیت‌های دینی و فرهنگی و اجتماعی، پاسخگویی به سوالات شرعی و اعتقادی زائران از جمله فعالیت‌های بعثه آیت الله العظما شیرازی در ایام حج امسال بود. خبرگزاری رویترز روز جمعه گزارش داد که شبه نظامیان شیعه زیدی در یمن موسوم به گروه حوثی ها دست کم 15 کارمند یمنی شاغل در سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل متحد را بازداشت کردند. بر اساس این گزارش، ماموران اطلاعاتی حوثی ها روز پنجشنبه 9 کارمند سازمان ملل متحد، 3 کارمند سازمان آمریکایی مؤسسه دموکراتیک ملی و 3 کارمند یک سازمان حقوق بشری محلی را بازداشت کردند. ماموران اطلاعاتی حوثی با یورش به منازل و محل کار این افراد، گوشی ها و رایانه های آنان را نیز مصادره کردند. کارمندان بازداشت شده سازمان ملل برای دفتر حقوق بشر و دفتر امور بشردوستانه آن کار می‌کنند. سازمان ملل متحد، مؤسسه دموکراتیک ملی و حوثی‌ها هنوز به این خبر واکنشی نشان ندادند. منابع محلی در کاپیسا از استانهای شمال شرقی افغانستان میگویند که در پی انفجار سرگلوله خمپاره به جا مانده از جنگهای گذشته در این استان، یک کودک 9 ساله جان باخته است و 3 کودک دیگر زخمی شدند. گفته شده این رویداد در شهر محمود راقی مرکز استان کاپیسا رخ داده است. فرماندهی امنیه طالبان در کاپیسا با انتشار خبرنامه گفته است که قربانیان این رویداد اعضای یک خانواده هستند.
مواد انفجاری بجامانده از جنگ و مین‌های جاسازی شده بارها جان کودکان را در بخش‌های مختلف افغانستان گرفته است. نزدیک به 606 کیلومتر مربع خاک افغانستان آلوده به مین و مهمات انفجاری است.